بینندگان عزیز سلام، با آماج امشب خوش آمدین. باز هم افغانستان امروز شاهد عملات انتحاری زنجیره‌ای بود. این در حال است که شورای عالی صلح پیوسته از حکومت پاکستان تقاضای رهایی زندانیان طالب را می نماید. این موضوع را با اتفاق مهمانانم آقای صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله، شاه حسین مرتضوی روزنامه‌نگار و عبدالحدود پیمان عضو مجلس نمایندگان مورد بحث قرار میدهیم. اما نخست توجه نمایید به گزارش در این مورد. حملات پی هم اما انتحاری در 3 ولایت افغانستان. این حملات صبح امروز از ولایت لوگر آغاز شد که جمعاً 3 کشته و 6 زخمی در پی داشت. امنیت ملی با پخش خبرنامه این حملات را ناکام خوانده است. ساعت 6:50 دقیقه صبح امروز یک حمله کننده موتر مملو از مواد انفجاری خود را در شاهرای کابل لوگر بر یک مرکز بازرسی پلیس نظم عامه در منطقه قلعه جمعه منفجر کرد. یک پلیس در این رویداد کشته شد، 2 پلیس و یک غیر نظامی زخمی. حمله کننده دوم ساعت 7 صبح مهمانخانه امنیت ملی را در ولایت ننگرهار هدف قرار داد. این حمله 2 کشته و 3 زخمی در پی داشت. کشته شدگان و زخمی ها کارمندان امنیت ملی بودند. ساعت 9:15 دقیقه حمله کننده دیگری در کابل یک بخش از امنیت ملی را هدف قرار داد، اما موفق نشد. نیروهای امنیت ملی حمله کننده را پیش از انفجار موتر مملو از مواد انفجاری اش در اینجا از پای درآوردند. هرچند انتحار کننده در مقابل یک دفتر مربوط به شورای عالی صلح در کابل کشته شد، اما امنیت ملی و فرماندهی پلیس کابل میگویند اینجا نیز هدف یک بخش امنیت ملی بود. قسمی که معلوم میشه بهتر حد زده میشه که هدف از جا امی ریاست امنیت دولتی بوده. چطور شناسایی شده جناب؟ توسط ارگان کشفی ما البته تحت پوشش ما بوده و همچنان ایجا نیروی امنیتی ما به بیداری خود البته تمام وسایط البته تر مشکوک برشان در نظر آمده یا از بین برده. حمله کننده در کابل مواد انفجاری را در یک موتر نو پرادو جاسازی کرده بود که توسط نیروهای امنیت ملی مهار شد. صبح امروز یک انتحار کننده سوار بر این موتر که شما میبینید میخواستن اینجا امنیت ملی یا دفتر شورای عالی صلح را در اینجا هدف قرار بدهند. این انتحار کننده پیش از رسیدن به هدف توسط نیروهای امنیت ملی از پای درآورده شد. الان ساحه از وجود ماین و موتر بم گذاری شده خونسا و پاک شده است. ساعت 9:50 دقیقه صبح حمله دیگری در ولایت لوگر ناکام شد و به هدف نرسید. 2 انتحار کننده موتورسیکل سوار می‌خواستند بر ساختمان ولسوالی برک برک این ولایت حمله کنند که هدف شلیک نیروهای افغانستان قرار گرفتند. در این رویداد یک انتحار کننده کشته و دومی زخمی شد. انتحاری زخمی ناپدید شده است. گروه طالبان در تماس با رسانه‌ها مسئولیت 3 حمله در ولایت ننگرهار و لوگر را به عهده گرفتند، اما در مورد حمله در کابل چیزی نگفتند. حملات امروز اندک پس از آن سازماندهی شدند که شورای علمای پاکستان از اشتراک در کنفرانس خودداری کردند که به منظور رد حملات انتحاری از سوی علمای دینی افغانستان و پاکستان قرار بود در کابل دایر شود. این دومین حمله زنجیره‌ای در جریان سال روان است. در حمله زنجیره‌ای و گروهی که در ماه حمل سال روان خورشیدی در چندین نقطه کشور رخ داد، 36 حمله کننده اشتراک داشتند که همگی کشته شدند. در آن حملات 11 پلیس و 4 غیر نظامی نیز کشته شدند. شمار زخمی ها در آن زمان 74 نفر اعلام شده بود. دوباره خوش آمدید مهمانان عزیز، شما هم به بحث امشب ما خوش آمدید. آقای صدیقی، میخوایم با شما برنامه را شروع کنیم. آخرین اطلاعات در مورد عملات زنجیره‌ای امروز چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما، خدمت وکیل صاحب، مرتضوی صاحب و بینندگان تلویزیون شما احترامات خود تقدیم میکنم. متاسفانه امروز باز هم بعضی از شهرهای افغانستان مورد آماج حمله های تروریستی قرار گرفت که متاسفانه تعداد از هموطنان ما هم شهید شدند. اما با وجود ای که دشمن در چند ولایت همزمان خواست که دست به حمله بزنه، خوشبختانه تعداد تلفات بسیار کم بود و خوشبختانه که حمله آخرشان در ولایت کابل ناکام شد و فرد انتحاری به هلاکت رسید پیش از اینکه بتانه مواد انفجاری که در واسطه نقلی هم انتقال داده بود او را انفجار بتن. خب بیانگری است که هنوز هم ما در برابر یک تهدید قرار داریم. تلفات نظامی و غیر نظامی در این عملات چقدر بوده؟ در ولایت جلال‌آباد 2 نفر سرباز قهرمان افغانستان شهید شده و 3 نفر هم مجروح است. در ولایت لوگر فضل خداوند که هیچ نوع تلفات نداشتیم، فقط 3 نفر از اساکر پلیس در اونجا زخمی شدن. شخص انتحاری در ولایت لوگر از بین رفته و در کابل هم
به فضل خداوند که تلفات هم داشتیم، فقط فرد انتحاری از بین رفته. سوالی که مطرح میشه اینجاست، با این همه بازرسی های پلیس در نقاط مختلف شهر کابل وجود دارد، در کمربند های شهر کابل وجود دارد، اما چگونه یک موتری که مملو از مواد انفجاری است و با یک شخص انتحاری داخل کابل میشه، میخواد که عمله انتحاری را انجام بده؟ خب این بیانگر ای است که ما با یک تهدید بسیار بد و وحشتناک مواجه هستیم و او تروریسم بین المللی است. گروپ ها و شبکه های هستند که با مردم افغانستان درگیر هستند. اما خب داخل شدن این افراد و این اشخاص به شهرها میسنه که یک مسئله باشه، یک مورد باشه که کدام مورد باشه؟ چی مسئله باشه آقای صدیقی؟ در از که ولایت بخصوص کابل یک شهر بسیار بزرگ، ولایت بزرگ است. ما همیشه تلاش کردیم که حملاتی که و یا توطئه هایی که تروریست ها و طالبا پلان گذاری میکنن و خونسا میشه، یعنی در هر 24 ساعت ما پلان های زیاد داره، توطئه های زیاد داره، خونسا میکنیم. اما موارد هم هست که اینا کامیاب میشن، داخل شهرهای ما میشن و دست به حمله انتحاری میزنن. ما قدم به قدم پیش میریم، یعنی از چند سال به این طرف با وجود ای که این تهدید یک نوع بسیار وحشتناک تهدید است، ما قدم به قدم پیش رفتیم و امروز به این رسیدیم که یک انتحاری وقتی که داخل شهرها میشه و ما به هلاکت برسانیم. اما میخوایم با سوال ما تکرار کنم آقای صدیقی، چگونه داخل شهر کابل میشن و یا چگونه داخل شهرهای بزرگ دیگه افغانستان میشن که بازرسی های پلیس وجود داره، نیروهای امنیتی وجود داره، یک موتر عادی را در کابل چندین بار تلاشی میکنن اما باز هم یک موتر انتحاری داخل شهر کابل میشن؟ حضور فیزیکی نیروهای امنیتی افغانستان از نگاه کمیت و حضورشان در مناطق مختلف در شهرها در ولایات برای تامین امنیت مشکل خاص نیست، یعنی وقتی که یک تهدید فیزیکی با تهدید روبرو میشه پاسخ به این تهدیدات بسیار قوی است و جدی است. اما میمونه یک بخش دیگه که همیشه روی ازی کار میشه و تلاش صورت میگیره تا ما این شبکه ها را در قسمت پیگیریشان، تعقیبشان و پیش ازی که دست به یک توطئه بزنه ما خونسا بکنیم، روی ازی کار میکنیم که بخش اطلاعات ما است. ما سرنهادهای استخباراتی خود، سرنهادهای اطلاعاتی خود به شدت کار میکنیم. و دوم اینه باید فراموش نکنیم که این تهدیدات بسیار بزرگ هستند. افراد و اشخاصی که آماده میشن برای حملات انتحاری شاید در هر بازرسی بتونه که دست به حمله انتحاری بزنه، یعنی یک تفکیک باید وجود باشه. اما تا هنوز اوتور اتفاق افتاده که یک بازرسی دست به حمله انتحاری بزنه؟ بله، یعنی واقعا این کار شده. امی امروز حمله که در ولایت لوگر صورت میگیره در بازرسی پلیس این حمله اتفاق مفته، پیش از اینکه داخل هدفش بازرسی پلیس بود و یا ایست که امون نقطه بازرسی در ولایت لوگر شناسایی شده این افرادی که دو نفر که مواد انتحاری داشتن اینا شناسایی شده بودن. اما بحثی است که ما همیشه باید این را درک بکنیم که ما به قدم به قدم پیش میریم و قدم های بسیار استوار و قوی را میمانیم تا اینکه بالاخره روز شبکی آرزوی همگی است که ما در نطفه این شبکه های توریستی را و توطئه هایشان خونسا بکنیم. و این کار است که نیاز به بسیار تلاش داره و این تصمیم مردم افغانستان این همین دیشان گرفته که کار باید شود. منتها باید توقعات خود باید مدیریت بکنیم و پیش بریم نظر به این که ما چقدر امکانات اختیار داریم و چقدر این توانایی ها را هر روز کسب میکنیم تا بتانیم که مانع ورود این توریست ها به افغانستان شویم. تشکر. اصل موضوعی است. آقای پیمان، بحث دیگه که مطرح میشه بحث شورای عالی صلح هست. شورای عالی صلح همیشه بر طالبا پیام صلح روان میکنه و طالبا را دعوت به صلح میکنه، اما جواب طالبا همیشه انتحار بوده، همیشه قتل بوده. شما چی تفاوت میانی دو دیدگاه میبینین؟ ما پیش از اینکه سوال شما را جواب بگیم میخوایم یک مسئله را دوبار سوال کردیم شما صدیقی صاحب که چگونه داخل شهر میشن. همین قسمت رو میخواییم ایبام از پیش شما و پیش مردم افغانستان بردارم. در این هیچ شک نداشته باشه که افراد زیادی نفوذی در داخل شهرها هستن، در داخل وکیل هستن، در درون نظام هستن، در درون اردو هستن، نفوذی هستن. از طریق موترهای لنجر خود از اینا را از ترخم گرفته وارد شهر میسازن. ما در این مورد دلائل هم داریم؟ دلائل داریم، بله. میروانی دلائل تانه بگیم؟ فکر میکنم که
گاهی مصلحت ها حتی انسان موجود به دروغ مجبور به دروغ گفتن هم میشه. ما دلایل بگویم باز در دلایل میریم به سارنوالی و محکمه، اونجا هم کدوم پرسان و باز خواسته نیست. میخواییم میگه پک گوش زد بکنم به وزیر صاحب داخله، به وزیر صاحب دفاع، به ریاست امنیت، بان هم که امروز ما پیروزی را تبریک میگویم به ملت افغانستان. واقعا از توانایی پلیس، از فراست پلیس خیلی کار کلان کردن. ما باورمند هستم کاری را که امروز پلیس ما کرده در کشورهای همسایه ممکن کسی کرده نتونه. شما ببینید که در پاکستان تابول کم حالت است که تونست پلیس پاکستان جلوگیری کنه، ولی امروز ما با توانایی پلیس خود باورمند هستیم و انشالله قسمی که آقای صدیقی گفت با تصمیم قوی و جدیتی که گرفتین روز به روز از قتل و کشتار و تجاوزات گذشته کشورهای همسایه پلیس ما هم صاحب تجربه شده. باورمند هستم که اگر کمک های جامعه جهانی، کمک های مالیشون ادامه داشته باشه، از موجودیت خارجی ها کرده این توانایی افراد خودی وطن در نگهداری و صلح و رفاه و آرامش و حفظ سرحدات موثرتر است نسبت به خارجی ها. آقای پیمان، پیش از اینکه سر سوال ما اصلی ما شما برید، بله، شما گفتین بنابر مصلحت های نمیخواهیم که کسایی که دای عملات تروریستی دست دارن و کسایی که اونا را میرن به کابل به عملات انتحاری دست بزنن، نمیخواهید نامایشون بگوین. اما همیشه انتقادات مخالفین رئیس جمهور هم همی بوده، انتقادات از پارلمان افغانستان هم همی بوده که رئیس جمهور افغانستان مصلحت میکنه. پس شما هم مصلحت میکنید، رئیس جمهور هم مصلحت میکنه، کس دیگه هم مصلحت میکنه، مردم چی تقاضا اگر من رئیس جمهور باشم مصلحت نمیکنم. رئیس جمهور توانایی احکام و امر و نهی داره. ما وکلا فهمیدیم از روزی که وکیل شدیم در داخل پارلمان، فهمیدیم که آمدن ما ضایع است، وقت ما در پارلمان ضایع شده. هیچ حکومت هم کاری با ما نداره. قطعا تصمیم نظام هم ایست که پارلمان ضعیف بسازه. مثل این قدری که با پارلمان حکومت در دولت درگیر است، با القاعده قدر درگیر نیست. دیروز شما ندیدین وکیل قنداره که از دست می حکومت و رهبرای حکومت ما گریان کردن در علنی در محضر مردم با صدای بلند گریه کرد. واقعا اونا گریه کردن، ما هنوز هم گریه نمیکنیم، ولی فکر میکنیم که ما به این خاطر که بازپرس در محاکم نیست، در سارنولی نیست، در قضا نیست، اگر من رئیس جمهور باشم مصلحت نمیکنم، امر میکنم که این شواهد ای ثبوت. قانون اساسی افغانستان قانون اسلامی است. از روزی که آقای کرزی حکومت 11 سال شده، هیچ نه قوانین اسلامی است، نه قوانین غربی است، نه قوانین روسی است، چیزی در وطن وجود نداره به عنوان قانون. دشمنه که تشجیه کرده، دشمنه که متحور و شجاع ساخته، نرم رویی، سازش و تقریبا نوازش هایی که از حد بالاتر نسبت به دشمن، او چیزی که در اصطلاحات جنگ است که در حالت جنگی آدم باید امکانات داشته باشه و دشمن روب و وحشت و ترس بدلش پرده بترساندش، تهدیدش بکنه. او قسم در نظام ما فعلا نیست. یک طرفه طالب میکشه رها میشه، طالب میکشه شفاعت با خواب پیدا میکنه، وکیل میره اعلام میکنه، رئیس جمهور روزانه اعلام میکنه. چند روز پیش از غزنی برام از قطعات اردو کسی زنگ زد، تلفن کرد، گفت وکیل صاحب در گرفتن دو تا طالب 3 نفر کشته دادیم، زخمی دادیم، رفت بندی شد، آلی از محبس پس خلاص شده، نمره تلفن ما را پیدا کرده. امی طالب در غزنی به من زنگ میزنه، میگه من خو رها شدم، ولی این دفعه قطعی تو کار دارم. اما اگر سوال خود پذیریم آقای پیمان، شورای عالی صلح همیشه از طالبا تقاضای صلح را میکنه، تقاضای یک جا شدن با حکومت افغانستان را میکنه، میگن اسلحه تان به زمین بانین. اما پاسخ طالبان انتحار بوده و ما شاهد عملات انتحاری زنجیره امروز در کابل و لغمان و لوگر بودیم. نظر شما چیزی مورد؟ نظر ما ایست که همیشه ما ایگه بگفتیم از طریق همین میزای گرد و نشرات و رسانه ها که دشمن تفکیک نشده، هنوز معلوم نیست که کدام گروه طالب آماده به صلح هست، کدامش آماده به صلح نیست. اگر همه طالب ها موقف انتحار و انفجار دارند، پس اینا آماده به صلح نیستن. به نظر ما این تضرع و عذر و زاری و نرم رویی ما در برابر طالب یک حماقت و سفاهت است، یک نادانی است، یک احمقی بیش نیست.
اگر واقعا در درون طالب صنف بندی های به وجود آمده که یک تعداد مردمش صاحب عقل هستن و هوشیار هستن، فکر زیر کردین که آخر جنگ رای حل نیست، بگوید صنف سنوف طالب بگوید که این صنفش وارد جنگ است. امروز عین امو سیاستی را که رئیس جمهور در برابر پرسونل حزب اسلامی اقتدار صرف داره، عین سیاست در برابر ملا عمر داره، عین سیاست در برابر سراج الدین حقانی داره. آقای پیمان، ما اینجا سخنگوی وزارت داخله را داریم امرای خود. شما میگین که چند گونه طالب وجود داره، کدام طالبا میخواین که صلح کنن، کدام طالبا نمیخواین که صلح کنن. از نظر که چند گونه طالب وجود داره و گروه های طالبا و چند دسته تقسیم شده، وزارت داخله این تقسیمات داره بر خود؟ اینه تنها که وزارت داخله ای تقسیمات داره، بلکه مردم افغانستان تقسیمات داره. دشمن بر مردم افغانستان واضح است. کسایی که علیه مردم می جنگن، مردم افغانستان به خاک خون می کشانه، اما دشمن است. اگر او طالب است، اگر قاعده است یا حقانی است، هر کسی که است. اما هویت طالب کاملا واضح است. طالب یعنی در برابر خواست میلیون ها افغانستان میشه، انتحار میکنه، مردم میکشه، اطفال میکشه. و این کار طالب است. اما این صلح با کدام طالب است به نظر شما؟ خب حال مهم سر پروسه صلح، اگر اجازه بدین که سر پروسه صلح گپ بزنم. اگرچه پروسه صلح یک فرصت است، یک فرصت برای کسایی که در گرو بیگانه هستند، یک فرصت است برای مخالفین مصالحه که امروز در کوه هستند یا در برابر این نظام قرار دارند، یک فرصت بسیار موقتی باید باشه، یک فرصت برای طالبای باشه که ایره باید درک بکنه که زورشان نمیرسه، نمیتونه که دیگه انتحار انفجار بکنه. اما چگونه زورشان نمیرسه؟ امروز در شهر کابل آمدن، در دو شهر دیگه عملیات اداری به هلاکت رسیدن، به هلاکت رسیدن، به جهنم رفتن. این مسئله رو خواهم میگه میفهمه، نمیتونه که نیروهای افغانستان از بین ببره. یعنی این درک باید داشته باشه دقیقا. یک طالب که افغان است و در گرو خارجیان است، در اون طرف مرز تغذیه نمیشه، او باید باید بفهمه که دیگه زور ما به مردم افغانستان نمیرسه، یا به عسکر و به پلیس و به اینایش. تشکر. مسئله مهمی است، اما یک فرصت است. ما نیاز داریم به یک حکومت، به یک کشوری که کسایی که هستن که مخالف هستن سوا گرفتن، ولو که طالب هم هر کسی که باشه، از این فرصت استفاده بکنه. اگر استفاده نمیکنه، بازه هیچ وقت در از بین بردن از اینا، در جواب دادن بسیار محکم و دندان شکن برای اینا کوتاهی نشده. در هیچ منطقه از افغانستان نیروهای امنیتی افغانستان به طالب پشت نگشتانده، تشکر، بلکه با روبرو در مقابلشان قرار گرفته و جدیترین ضربه را برشان وارد کرده. سپاس. آقای مرتضوی، شما که روزنامه‌نگار هستین و موضوعات از نزدیک تعقیب میکنین، بدلیل به نظر شما راهکارهای شورای عالی صلح یک راهکارهای کارآمد بوده تا هنوز؟ نتایج مثبت به دست داده؟ با سلام و احترام خدمت بینندگان تلویزیون شما و مهمانان حاضر در برنامه، تجربه فعالیت های شورای عالی صلح از نظر ما واقعا یک تجربه کاملا ناکام بوده، به خاطر که همه بینندگان محترم میبینن که ما چیزی که در سوال شما مطرح شد که صلح یک طرف است، یعنی خواست حکومت افغانستان شورای عالی صلح هیچگاه از طرف مخالفین پذیرفتن نشد و اونو حاضر به گفتگو نشدن. چند مشکل اساسی و جدی وجود دارد. یکی که واقعا حکومت افغانستان و شورای عالی صلح نمیدانن که با کی باید گفتگو کنن، یعنی یک آدرس وجود نداره. امارت اسلامی که در رأس او ملا عمر است، تا هنوز کسی ندیده واقعا و در هیچ بحث و گفتگوی با حکومت افغانستان حاضر نشده. شورای کویته که در پاکستان است، عملا در تحت کنترل حکومت پاکستان است و اونا فرصت برای گفتگو پیدا نمیکنن، و حتی تعدادشان هم که آزادشان بر اساس آخرین خبرهایی که حکومت پاکستان را کردن، 50% اونا به صفوف طالبا پیوسته. یک تعداد کم در قطر به سر میبره، اونا بیشتر در کنترل ایالات متحده آمریکا است که در واقع مکانیزم گفتگوها و اینکه روی چی مباحث باید گپ زده شود بیشتر مدیریت را ایالات متحده آمریکا به عهده دارد تا طالبان یا حکومت افغانستان. بنابراین ما به نظرم تا هنوز شورای عالی صلح اصلا نمیدانه که طرف گفتگوهایش کی هست و روی چی مسائل باید گفتگو کنند. اما نشستی که در پاریس بود و شورای عالی صلح هم اشتراک کرده بودند، فکر نمیکنین اونا نمایندهای طالبا بودند؟ خب بر اساس اعلامیه که ملا عمر داده، گفته که بله، دفتر قطر یکی از مراجعی است که میشه با اونا گفتگو کرد، ولی
شما میبینید که اگر واقعا اینا گفتگو رو میپذیرن، خب پس انتحار برای چی هست؟ یعنی اگر باب گفتگو باز است، باید پیش شرط هر نوع مذاکره و گفتگو آتش بس باشد، قطع خشونت باشد و ای که حمله های انتحاری بالای مردم ملکی و شهروندان افغانستان صورت نگیره. شما میبینید که در یک طرف طالبان جنگ میکند، مثلا در دایکندی اینا یک جنگ منظم عملا بران انداخت و نزدیک بود که ولسوالی دایکندی سقوط کند. در کابل هم امروز ما شاهد انفجار و یک حمله سازمان یافته شده بودیم. بنابراین هم طالبان در واقع در یک جبهه میجنگند و از طرف دیگر یک خوشباوری را برای حکومت افغانستان به وجود آورده که ما گفتگو میکنیم. من به نظرم که نه در دیدگاه طالبان کدام تغییر به وجود آمده، نه در دیدگاه حامیان طالبان که پاکستانش کدام تغییر به وجود آمده، بلکه ما متاسفانه در دیدگاه شورای عالی صلح تغییرات آمده؟ نیامده. متاسفانه شورای عالی صلح هنوز در یک خوشباوری مطلق به سر میبره. حتی زمانی که آقای ربانی رفت، ما حداقل به مورد حمله قرار گرفت، ما احساس میکردیم که شاید یک تغییری در برنامه شورای عالی صلح به وجود بیاید. وقتی اسدالله خالد مورد حمله قرار میگیره، ما احساس کردیم که شاید در برنامه شورای عالی صلح تغییر به وجود بیاید، ولی شورای عالی صلح هنوز متاسفانه با خوشباوری برنامه رو دنبال میکنه. و اخیرا هم دیدیم که برغم توافق علمای پاکستان با علمای افغانستان برای اینکه در گفتگوهای کابل شرکت کنند، شما در آخرین لحظه دیدین که علمای پاکستان حاضر به گفتگو نشدند. یعنی پاکستان و علمای پاکستان و سازمان استخبارات پاکستان برمی تلاش است که تمام فشارها را حداقل تا یک سال دیگه بالای نیروهای ملکی، نیروهای دولتی افغانستان فشار را زیاد کند تا عملا هم مردم افغانستان و هم نیروهای امنیتی افغانستان و مورال که داره از دست بده. شما میبینید که آمار تلفات سربازان خارجی به شدت در یک ماه اخیر کاهش یافته. ظاهرا یک سرباز خارجی کشته شده، ولی در قبالش شما میبینید که روزانه آقای صدیقی بیشتر آمارش حتما میدونه که چقدر پلیس و اردو زخمی میشه یا شهید میشه و مردم ما چقدر شهید میشه و زخمی میشه. این نشان از است که فعلا در تاکتیک پاکستان و طالبان هم تغییر به وجود آمده که تمام فشار باید روی مردم افغانستان متمرکز کنند تا اینا همون روحیه و اعتماد به نفسی که برایشان به وجود آمده و از دست بدن. تشکر. بینندگان عزیز، بعد از یک وقفه برنامه را با ما دنبال نمایید.